ترور محمد رضا پهلوی. ترور محمد رضا پهلوی در 8 سال سلطنت او و در ساعت 15 روز 15 بهمن 1327 در مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران ساعت 3 بعد از ظهر 15 بهمن سال 1327 در مقابل دانشکده حقوق از اتومبیل پیاده شد و هدف گلوله های یک فرد قرار گرفت که به عنوان خبرنگار توانسته بود به شاه نزدیک شود. 3 گلوله به کلاه او اصابت کرد. 4 تنها بالای لب شاه را خراشید و 5 گیر کرد و محمد رضا پهلوی به شکل حیرت آوری از مرگ حتمی فرار کرد. با اینکه شاه فریاد زده بود او را نکشید و زنده دستگیرش کنید، اما ضارب هدف گلوله نظامیان قرار گرفت و در جا کشته شد. نام ضارب ناصر فخرآرایی بود و با اینکه گفته شد کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام در جیب او بوده، حزب توده ایران را هم به طراحی و اجرای ترور متهم کردند. در طول این 71 سال درباره آمران و عاملان این ترور ادعای مختلفی مطرح شده. اول اینکه چون روزنامه پرچم اسلام هوادار آیت الله کاشانی بوده و زاره به عنوان خبرنگار این روزنامه در محل حضور یافته، کار کاشانی بوده و به همین خاطر آیت الله را مدتی به حبس انداختن و بعد به قلعه فلک الافلاک و لبنان تبعید کردن، هرچند که این فرضیه زود باطل شد و کاشانی هم به ایران بازگشت. دوم اینکه کار حزب توده بوده و به همین خاطر این حزب منحل شد و رهبرانش به زندان افتادن. متهم سوم تیمسار رزمارا بود و اینکه قصد داشته پس از مرگ شاه کودتا کند و قدرت را در دست گیرد، او را در مظن اتهام قرار داد. با این فرض که انگلیسی ها تن دادن به محمد رضا به جای پدر را به خاطر شرایط خاص سال 1320 می دانستن و به دنبال فرد مقتدری مانند رضا شاه بودند. و فرض چهارم هم این است که از اساس یک نمایش و سناریو بوده تا شاه محبوب تر شود. از این رو این حدس جدیتر است که اطرافیان و دیگران برای حذف همزمان رزمارا، توده‌ای‌ها و کاشانی این نقشه را طراحی کردند و به خاطر همین فخرآرایی را زنده نگذاشتند. خود شاه در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسد ضارب با غضب بسیار اسلحه را بر زمین زد و می خواست فرار کند، ولی از طرف افسران و اطرافیان من محاصره شد و متاسفانه به قتل رسید و محرکین اصلی شناسایی نشدند. بعداً معلوم شد که وی با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته و در این حال نشانه هایی از تماس با حزب منحل توده به دست آمد. نکته جالب توجه این که معشوقه او دختر باغبان سفارت انگلیس در تهران بود. خون از زخمهای من مانند فواره می جست، ولی به خاطر دارم که در آن حالت میل داشتم به انجام مراسم آن روز بپردازم، ولی ملتزمین من مانع شدند و مرا به بیمارستان بردند. باور این که یک نفر هم با متعصبین دینی ارتباط داشته و هم با حزب توده و هم با دختر باغبان سفارت بریتانیا دشوار است، اما شاه بر این باور. اتفاقات بعد ترور این احتمال را که حکومت در صدر بهره برداری از این اتفاق بوده تقویت می‌کند. این اقدامات بعد از ترور نافرجام بدین گونه است. اولین کار اعلام حکومت نظامی و انتصاب سرلشکر احمد خسروانی. روزنامه کیهان فردای آن روز و در 16 بهمن 27 می‌نویسد وقتی برای کشتن شاه مملکت دستبندی می شود، چه کسی می تواند به استقرار حکومت نظامی اعتراض کند؟ در سایه همین حکومت نظامی مجلس مؤسسان تشکیل شد و اختیارات شاه افزایش پیدا کرد. 2. پس از چند سال آزادی مطبوعات،
که خبری از توقیف و بازداشت نبود، حکم توقیف روزنامه پرچم اسلام صادر شد. 3. دستگیری آیت الله کاشانی به خاطر ارتباط فخرآرایی با روزنامه پرچم اسلام و تبعید ایشان. 4. اعلام انحلال و غیرقانونی بودن حزب توده و به زندان انداختن رهبران این حزب و مصادره شدن کلوب‌ها و اموال این حزب. 6. اندک زمانی بعدتر مجلس مؤسسان تشکیل شد و حق انحلال مجلس شورای ملی با شروطی به شاه داده شد. با این همه بیش از هر شخص دیگری رزمارا در مظن اتهام بود. با این حال نه تنها حذف نشد، بلکه سال بعد به نخست وزیری رسید و سال بعد خود او در تروری مشکوک کشته شد. تروری که باز معلوم نشد کار چه کسی بود، هرچند که خلیل طهماسبی به عنوان ضارب معرفی شد. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین، لطفاً چند ثانیه وقت بذارید و از پایین همین ویدیو این ویدیو رو لایک کن که لایک هاتون کمک بسیار بزرگی به ما میکنه. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. 15 بهمن سال 1327 نخست وزیر ساعد در بستر بیماری بود و بعدا نوشت رزمارا میخواست از این جریان استفاده کند و با حذف شاه، کاشانی و حزب توده همین کار شود. این احتمال اما از همه قوی تر است که انگلیسی ها می خواستند محمد رضا را بترسانند و موفق هم شدند و قرار نبود که محمد رضا کشته شود. قرار بود که بترسد و ترسید. ترس آنقدر در جان او لانه کرد که در 9 اسفند 31 و در دوران دکتر مصدق وقتی کم آورد و احساس کرد رشه هیچ کاری در دست او نیست، تصمیم گرفت از کشور خارج شود و 25 سال بعد هم در 26 دی ماه از ایران خارج شود. در حالی که اگر همچنان خود را پادشاه می دانست، شورای سلطنت چرا تشکیل شده بود و رئیس آن یعنی سید جلال الدین تهرانی چرا در فرودگاه او را بدرقه کرد و اگر قصداش استراحت کند چرا ولیعهد را به کشور فرا نخوانده بود؟ هیچگاه تمام خانواده سلطنتی کشوری را ترک نمی کنند و وقتی همه می روند یعنی صحنه را واگذار کردند. با این وصف این نویسنده نه با قاطعیت که با احتمال بالا بر این باور است که ترور 15 بهمن 27 نه کار حزب توده بوده، نه کاشانی و نه رزمارا و هدف کشتن او نبوده، چون اگر قرار بود کشته شود 3 گلوله به کلاه او نمی خورد و یکی تنها بالای لب را نمی خراشید. شاه البته نجات جان خود را به حساب مهارت و معجزه گذاشت. او گفت فوراً شروع کردم به یک سلسله حرکات مارپیچی. ضارب مجدداً گلوله دیگر شلیک کرد که شانه مرا زخمی کرد و آخرین گلوله در لوله تپانچه او گیر کرد. از زمانی به بعد شاه دیگر اصرار نداشت که در سالگرد 2 ترور نافرجام در شکل وسیع مراسم شوک‌گذاری انجام شود، چرا که احساس میکرد این ذهنیت را تقویت میکند که شاه را میتوان با ترور از میان برداشت. هرچند شاه از ترور نیمه بهمن 27 جان به در برد و نزدیک 30 سال پس از آن سلطنت کرد و اگرچه آن را معجزه و نشانه متافیزیک به خود می دانست، اما همواره از وقوع یک سوء قصد دیگر در هراس بود و معمای ترور هم برای او باز نشد، چرا که دوران سلطنت محمد رضا شاه را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. در دوره نخست یعنی سال 1320 تا 32 او دیکتاتور نبود، احزاب و رسانه ها آزاد بودند و اراده ملت از طریق مجلس شورای ملی اعمال می شد. در دولت احمد قوام حتی برای اولین و آخرین بار 3 کرسی وزارت به حزب توده رسید و رجلی در اندازه و آوازه دکتر مصدق در همین دوره به نخست وزیری رسید. بنابراین انگیزه شخصی منتفی است، چون او را در آن 12 سال
چندان جدی نمی گرفتن تا شخصا تصمیم به حذف او بگیرن. و همچنان بعد از 71 سال آن ترور یک معماست. چه کسانی آن تپانچه را به دست ناصر فخرآرایی دادند و گفتند شاه را بکش یا گفتند بزن اما نکش؟ این راز اما با کشتن ضارب پس از آنکه تیر دیگری هم در تپانچه نداشت سر به مهر ماند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع شید.